دوستای عزیز، بازم سلام. بسیار ببخشید، من بیشتر لایف اومدم، قطع شد، دوباره ریکنکت کرد. به هر صورت خدا کنه که همگی شما همتنهای عزیز جور و صحتمند باشین. اولتر از همه ما نو روز سال نو برای تمام شما همتنها از همه قلب خود تبریک میگم و آرزو میکنم که یک سال خوب خوش آغاز کرده باشین و همچنان آرزو میکنم که سال بخیر در افغانستان خوشی های و صلح و آرامی و صمیمیت و اتحاد بخیر امرای خود بیارم. شاید تعجب کنین که آرینا چه رقم در چی میگن چپن امام خود شیشته و چیزک ما منوز بند است. اکچلی ما رقمی که میفهمین فینال استوری افغانم شب بود و بعد از اینکه برنامه خلاص شد ما یک چند میمان داشتیم و برای میمانای خود شیشته بودیم. اونا تا آنها وقتر کمک شیشتن و تمام همکارای ما از طلو برای از اینکه ستاره افغان آخرین برنامهش بود خلاص شد و با مناسبت امی ای که برنامه بسیار خوبی و خوشی خلاص شد بخیر تیر شد یک چی میگن یک گادرینگ و یا یک جای شده بود کلگی یک نان شاو خوردم یک چای و یک با خلاصا معمول تا از این خاطر طالب بیدار هستم سی بجه شاو است و میخواستم لایف بیایم سو لباسای خود تبدیل کردم ولی چیزک در اینجا یادم رفته بود بیشتر دیدم باز گفتم برو خیر باشه فرق نمیکنم. به هر صورت کسایی که ستاره افغان امشب دیدین آرزو دارم که شما از برنامه بخیر لذت برده باشین و اساستان تیر شده باشه. کسایی که ندیدن بخیر حتما اپلود میشه در یوتیوب میتونن ببینن. رقمی که شما دیدین زهرا جان مقام اول گرفت، برنده ستاره افغان امسال شد و اولین بار یک دختر خانم برنده شد ستاره افغان بعد از فکر میکنم 13-14 سال یا 12 سال اما تو یک چیزه 14 سال و واقعا جای بسیار بسیار خوشی است، جای افتخار است برای اینکه بالاخره از نظر من یک دختر خانم باید برنده میشد از ستاره افغان و واقعا غیر قابل باور بر من بود. من تعجب کردم که نام خدا چقدر افغانستان ما در جایی رسیده که امروز یک دختر خانم شما از حمایت کردین بهش رای دادین و زهرا جان برنده شد که من واقعا بسیار خوشحال هستم و برای زهرا جان تبریک میگم از همه قلب خود برنده شدنش و من میفهمم که اکثریت شما ما بیشتر یک پوست انداخته بودم برای زهرا جان و پوست ها را کامنت ها را اکثریتش خواندم. اکثریت شما امروی از این مثلا مشکل دارین که چرا مثلا زهرا جان برنده از این برنامه شده که یعنی یک از نظر شما یک آوازخوان مکمل نیست و یا مشکل آواز داره که از بینی میخونه و مثلا زیاد کسانش تکنن که چرا ما طرفدار از این هستم که زهرا جان ببره. ببینین اتو نیست که در ستاره افغان در گذشته ها کس اتو یک اتفاق نفتاده باشه که برنده مثل زهرا جان وانی یعنی کدام کس باشه که بسیار فوق العاده یک آوازخوان باشه برده باشه. در گذشته ها ما کسایی را هم داشتیم که هنرمند مکمل نبودن، کمی بچه هایی که بردن در گذشته یعنی اکثریتشان قابلیت بردن ستاره افغان نداشتن ولی بردن و هیچ وقت این رقم سر و صدایی که حال زهرا جان برده سر و صدا نشده بودن، یعنی قدر زیاد این مسئله رو جدی نگرفته بودن. خب در گذشته ها کسایی برد که لیاقتش نداشتن، امسال فکر کنین یک دختر خانم برد بسیار گپ خوب شد به نظر من و من به حیث یک دختر بازم تکرار میکنم در برنامه من چندین بار گفته بودم به حیث یک زن من افتخار میکنم بر زمین که بالاخره یک دختر برنامه را برد و ما برش از صمیم قلب تبریکی میگم و آرزوی موفقیت برش میکنم و انشاءالله که کامیاب باشه. البته ما یادآوری میخوایم بکنم از وسیم جان عزیز که وسیم جان
واقعا یک بچه فوق العاده با تربیه، با ادب، آوازخوان خوب، از هر نگاه یک بچه بسیار چه قسم بگویم فوق العاده است. و امو بزرگواری از او را، خوبی از او را واقعا ما خود دیده بودم نگذاشتم، ولی امشب حتی بیشتر دیدم که سر از ای که زهرا جان برد، یعنی حمایت مرا در مقابل زهرا جان وسیم جان دید که چه رقم بود، ولی اصلا بسیار بزرگوار بود و واقعا از بچه با تربیه بود که اما قدر احترام نشان داد و اصلا به خود نیاورد و بسیار وضعیت خوب کرد امروی زهرا جان، یعنی امو تربیه و ادب وسیم جان نشان داد، یعنی نشان داد که یک آرتست حقیقی است و مردم برای هر دوشان ووت دادن، رای دادن برای وسیم جان، برای زهرا جان. البته هر دوشان ووتایشان زیاد بود و خیلی زیاد فرق نمیکرد، ولی بالاخره زهرا جان ووتش بیشتر بود نسبت به وسیم جان و برد. و دهی زیاد هیچ کس دیگه اصلا رول نداره، بلکه ووت رول داره، ریا رول داره که زهرا جان رای گرفته بود و برد و نوش جانش ما برش تبریکی میگم. و من فکر میکنم که ستاره افغان امسال جالب دهی است که من مثل سال گذشته واره اول اصلا تصمیم آمدن به ستاره افغان نداشتم امسالم، ولی طبق درخواست های بسیار زیاد شما عزیزا ما اصلایتان در زمین ننداختم و به ستاره افغان آمدم، ولی بسیار خوشحال هستم که من امسال یک قسمت ستاره افغان بودم که ما یک سال یک سیزن بسیار خوب داشتیم. واقعا سیزن خوب بود، اشتراک کننده های بسیار خوب داشتیم، در بینشان آوازخوان های بسیار بسیار خوب و قوی در بینشان بود، مثل حامد جان نایاب، مثل حامد جان محبوب، یعنی چندین دانه آوازخوان های بسیار خوب ما در بین زی 12 بهترین داشتیم که همگیشان بهترین ها بودن. و یک سیزن فکر میکنم بسیار خوشایند بود و برای من بسیار خوش گذشت، من خاطره بسیار زیاده برای من ماند. و من یک بار دیگه تبریکی میگم برای تلویزیون تلو، برای تیم ستاره افغان، برای تمام کارکنا، کسایی که در پشت سر ستاره افغان، تیمی که زحمت میکشن، شب روز کار میکنن، برشون تبریک میگم که ستاره افغان فاینالش هم که لایف بود، یعنی در مابین افغانستان یک برنامه را به طور زنده داشتن، واقعا زنده برنامه را داشتن آسان نیست، ولی اینقدر به خوبی برنامه را اینا ارگنایز کردن، به خوبی تیر شد، بسیار سموث، بسیار آرام برنامه تیر شد و برنامه بسیار خوب بود. سما تبریک میگم بازم بر تلویزیون طلوع، بر کارکنا، بر همکارای عزیز ما مشتبه جان سیار که دایرکتر از این شو است یا از این برنامه است، آقای گواری که رئیس تلویزیون طلوع هستن، مسعود جان سنجر که یکی از دیگر رؤسایش است و غیره و غیره و غیره، تمام فیلمبردارا، تمام کسایی که میوزیشنا و فلور منیجرا، نفرای ساوند، نفرای لایت، یعنی دوستای عزیز یک تیم بزرگ پشت سر از این برنامه کار میکنن، زحمت میکشن و جا داره که از همگیشان تشکری بکنم. و شد ولی ارزو میکنم که بخیر ای آخری برنامه ما نباشه و انشالله که برنامه های دیگه هم در آینده داشته باشیم، انشالله که می داشته باشیم. و بعد از این برنامه دیگه ما بخیر پس روانستم به طرف اروپا، طبق که شما معلومات دارین ما 3 کنسرت پیش رو دارم. یک کنسرت که به تاریخ 14 اپریل است در شهر بردا به هلند، یک کنسرت ما به تاریخ 20 اپریل در شهر فرانکفورت است و یک کنسرت ما به شهر
منشن است به تاریخ 21 اپریل که هیجان دارم که بخیر شما عزیزان رو میبینم و میک شور کنن که معلوماتتان از کیلم انترتینمنت از وبسایتشان که www.klm-ent.com است معلوماتتان از اونجا بگیرن و البته راستی یادم نره دیشب کنسرت دیره بود از من کنسرت شب سال نو از دیره که شما امروز من لینک شیر کرده بودم کسایی که دیده بودین واقعا بسیار زیاد لطف و محبت کردین بسیار محبت نشان دادین بسیار تشویق کردین کامنت های بسیار من همه نشان خواندم و واقعا قلب من لمس کرد و تشکر میکنم سپاس میکنم از تمام شما عزیزا که اینقدر این کنسرت حمایت کردین مرا تشویق کردین البته کمتر از 12 ساعت شد که این کنسرت به یوتیوب نشر شد و آلریدی در حال حاضر بیشتر از 100,000 بار دیده شده و این واقعا جای بسیار بسیار افتخار بسیار خوشی بر من است سپاسگزار همه ایتان هستم بسیار تشکر است لطف و محبتتان عزیزایی که هنوز ندیدن اونا میتونن که برند در یوتیوب کنسرت رو تماشا بکنن شاید یکم که سلوم گپ میزنم فکر کرده گپ میزنم برزی که واقعا بسیار زیاد خسته استم باور کنین که چند هفته شده که من متواتر بدون استاپ از صبح که میخواستم تا شام کار میکنم و بسیار زیاد مصرفیت هم زیاد بوده و امروز هم یک روز بسیار طولانی داشتیم فردا هم هنوز هم ختم نشده کارهای من فردا هم یک روز بسیار طولانی بر من هست صبح باید وقت بخیزم ولی بازم خواستم که وقت خود بگیرم که امرای شما یک چند کلمه صحبت بکنم و دلیل آمدنم امی ستاره افغان بود و بازم من از همین قلب خود بر زهر جان تبریک میگم و بسیار خوش هستم که بالاخره یک دختر خانم در ستاره افغان اول شد و اینمی یک چیز تاریخ ساز شد به نظر من زهر جان یک دختره که بسیار قندول و بسیار شیرین است بسیار دختر با نزاکت است بسیار با تربیه است واقعا و کرکتر بسیار خوب داره درست است از نگاه آوازخانی اگر کمبودی داره زهر جان یگانه هنرمند نیست یگانه آوازخانی نیست که در بین دخترها کمبودی داره ما بسیار آوازخانه دیگه داریم که کمبودی بسیار زیاد دارن و اکثریتشان آوازایشان، خواندنایشان در بین استودیو جور میشه، بسر میشه، بلای میشه. اینمی که زهرا جان بازم در سر استیج ستاره افغان آمده و بار بار زنده خونده، اینمی هم خودش یک جای خوشی است. حداقل ما در این حالتی که در افغانستان هستیم که زنان نمیمونن که سر خود بلند بکنن. اینمی که حضور دو دانه دختر خانم در ستاره افغان حداقل دو دانه دختر خانم میباشه سالانه این ضرورت است که حضور خانما دختر خانما با وجود کمبودیاشان باید در برنامه باشه شما تا تصور بکنین که یک برنامه موسیقی باشه بدون حضور یک دختر خانم اصلا این به نظر من قابل قبول نیست و یک چیز نرمال نیست پس بیاین که ما و شما دخترایی را که میاین جرأت میکنن در برنامه میاین مخصوصا دخترایی که مثل زهرا جان و دخترای اصلا که زحمت میکشن که از یک راه پاک از یک راه خوب از راه هنر خود میخواین به یک جای خود برسانن بین کنار با وجود کمبودیاشان سپورت بکنیم حمایت بکنیم و ما آرزو میکنم که در آینده خب این شروع امی جرنی و یا شروع زنیمی سفر در افغانستان است ما همه چیز این چیز ما در افغانستان هنوز مکمل نیست این چیز ما پرفکت نیست این چیز ما چه قسم بگویم امو مثل مملکت های دیگه واره پرفکت نیست کل چیز ما یک کم بودی داره ولی ما کوشش داریم که بهتر شویم خب امسال زهرا جان برد درست است از نظر شما یک کمبودی اگر داره
بیایم که یک دختر امسال که سپورت کردیم که دخترای دیگه تشویق شوند که استعدادشان بالاتر از زروجان باید که سالا باشه که سالای آینده اونا بیان تشویق شن اونا بیان سهم بگیرن در برنامه که اونا باز به دل شما باشه که به دل شما یک کس ببره. ولی شروع از این مسئله باید از یک جای میشد که این یک مسئله خوب است که از اینجا شد. بالاخره یک دختر خانم برنده شد و زهرا جان واقعا یک دختر بسیار با شخصیت است و بازم تکرار میکنم زهرا با رأی شما با رأی مردم برده، درست است؟ وقتی که مردم رأی برش داده زهرا جان برده دیگه، بیش از این نمیتونیم ما چیز بگوییم یا قضاوت بکنیم یا زهرا جان بلیم بکنیم یا او رو کم بزنیم. رأی گرفته برده و ما برش تبریک میگم دیگه. شما هم بیاین که یک کمک تیک دیزی کنین، آسان بگیرین این مسئله را. خیر است برای یک دختر خانم، خوش باشین و آرزوی موفقیت برش بکنین و بیاین که امیر خم پیش بریم که در آینده دختر خانمای هم اشتراک بکنن که استعدادشان به دل شما باشه. دیگه آرستی یک مسئله دیگه که یادم رفت، ما در برنامه یک judges choices داشتیم یا انتخاب هنرمندا که هر چهار داور یکی از ستاره هایی که از 12 بهترین بود انتخاب کردن که بر از او یک جایزه ادا شد. یک کسی که یعنی واقعا آواز مقبول داشت و بسیار خوب میخواند، بسیار میخواند و آوازخوان فوق العاده عالی بود که حامد جان نایاب بود. البته ما مثل که بیشتر گفتم آوازخوانای بسیار خوب دیگه هم در 12 بهترین داشتیم، ولی انتخاب هر چهار داور حامد جان نایاب شد که بر از اونا هم یک جایزه گرفت دادن که بر حامد جان عزیز هم بسیار زیاد متبریک میگم. البته من خودم شخصا در پالوی حامد جان نایاب، حامد جان محبوبم، بسیار زیاد دوست داشتم و آوازخوانیش همی استعدادش همی پرفورمنس هایی که روی استیج میکرد و در کل ما دیگام آوازخانه بسیار خوب دیگه هم داشتیم، ولی به می تصمیم رسیدیم که حامد جان نایاب باید همی جایزه را میگرفت. دیگه بر از اونا هم تبریک میگم و موفقیت بسیار زیاد بر تمام هر 12 ستاره امسال آرزو میکنم. موفق باشن همگیشان، آرزو دارن، ارمان دارن که از طریق هنر به یک جای برسن و انشالله که همگیشان برسن. و that's it. من فکر میکنم که از گپای من ختم شده، خدا کنه که اضافه گویی نکرده باشم. تشکر میکنم از توجهتان، بازم بسیار تشکر از حمایت و محبت همیشگیتان. کامیاب باشین، خوش باشین و موسیقی رو بشنوید، ستاره افغان رو سعی کنین فاینالش و روزای خوب و خوش نوروز داشته باشین. بازم سال نوتان تبریک. I love you guys. بیاین که آرزو بکنیم که دعا بکنیم که بخیر امسال این نوروز، این سال نو یک سال سر تا سری در افغانستان ما بیاره که ما همیشه همین رقم در افغانستان خوشی بکنیم، جشن بگیریم، آواز بخونیم، کنسرت ها باشه در بیرون ها که مردم که واقعا تشنه موسیقی، تشنه یک لبخند و تشنه یک خوشی دارن که اونا به خوشی های خود برسن. بخیر، کامیاب باشین، شب و روزتان بخیر. انشاءالله دوباره یک روز دیگه با تماس می باشیم. I love you guys.